واسطه کاربری ادوب بریج بسیار انعطاف برای جلوگیری از اطلاف وقت اونها یک محیط کار پیشفرض رو در اختیار ما قرار دادن که به طور غیر خودکار ایجاد اون امکان پذیر نیست چیزی که در اینجا مشاهده میکنی حالت پیشفرزی است به نام ایسنشیال که عکس ها در بخش مرکزی در کانتنت و در کنار اون بخش پریویوز که با کلیک بر روی هر عکس میتونیم اندازه بزرگ اون تصویر رو در این قسمت ببینیم. در قسمت پایینی پریویو بخش متا دیتا وجود داره که اطلاعات کاملی از عکس رو در اختیار ما قرار میده. همچنین شما میتونید با استفاده از اسپلیترها یا جدا کننده که به صورت عمودی یا افقی در بین تپ قرار گرفتن برای کم یا زیاد شدن تپ استفاده کنید. همچنین شما میتونید با نگه داشتن کلیک چپ موز بر روی تب نسبت به تغییر مکان اقدام کنید. همونطور که میبینید میتونم این تب رو به هر جای دلخواه ببرم. مثلا میبرم اینجا. و میتونید با استفاده از اسپلیترها که در قسمت پایین اون وجود داره نسبت به تغییر اندازه اون اقدام کنید. به این ترتیب میتونم تغییرات رو ایجاد کنم. اما یه رای بسیار ساده و راحتتر وجود داره که از محیط های کاری از پیش دخیل شده استفاده کنیم که در قسمت بالایی در اختیار ما قرار داده شده. بر روی مثلث کنار اون کلیک می کنم. گزینه Recent Workspace رو کلیک می کنم. که محیط کاری اولیه‌مون رو در اختیارم قرار میده. در صورتی که بر روی مثلث کناری کلیک کنم، یک سری محیط کاری از پیش تخلیه شده وجود داره که ما میتونیم از بین اونا هر کدومو که میخوایم انتخاب کنیم. همچنین شما میتونید اندازه تغییر دنده محیط کاریتون رو افزایش بدید تا حالتهای بیشتری داشته باشید. برای مثال من این رو به سمت چپ میکشم. همینطور که میبینی گذینه های بیشتری در اختیار من قرار داده میشه. برای مثال من در اینجا بر روی فیلم استریپ کلیک میکنم. این گزینه محیط کاری رو کاملا تغییر میده. این نمونه مثل حالتی بود که من به صورت دستی ایجاد کردم. میتونید به سادگی هر کدوم که میخواید انتخاب کنید. مثلا اگه روی متا دیتا کلیک کنید، حالتی رو فعال میکنه که اطلاعات بیشتری رو در اختیارمون میذاره. یا اگر بر روی حالت اوتپوت کلیک کنم، مثلا برای حالتی که گالری تصاویر تحت وب میخوام ایجاد میکنه. در صورتی که بر روی کیورد کلیک کنم محیط کاری کیورد برای این کار مناسبه و بعد از اون محیط کاری پریویو هست که تقریبا شبیه حالت فیلم استریپه با این تفاوت که تصاویر کوچک به صورت افقی یا عمودی در اختیار من قرار دارم در اینجا بر روی لایت تیبل کلیک می کنم که میتونم تصاویر رو کامل در اختیار داشته باشم. دوباره برمیگردم به حالت ایسنشیال. من میتونم نسبت به جابجایی گزینه اقدام کنم. مثلا گزینه لایت تیبل رو کلیک میکنم و نگه میدارم و در جایی که دلم میخواد میذارمش. همونطور که میبینید چینش گزینه بر اساس دلخواه من میشه. همچنین میتونم زبونه رو جمع یا باز کنم. در این حالت من فقط سه گزینه دارم. گزینه های دلخواه اول چیده بودم و همچنین از اون زبونه استفاده کردم برای اینکه جای کمتری رو بگیره. اگه اینو بیشتر جمع کنم می‌بینید که گزینه اصلی یا همون ایسنشیال در اختیار من قرار میگیره. پس به راحتی میتونید بین ورک اسپیس ها اون حالت دلخواه خودتون رو انتخاب کنید. برای این کار شما میتونید از دکمه تب استفاده کنید برای اینکه بین ورک اسپیس ها جابجا جا شید. دوباره از کلید تب استفاده می کنم تا به حالت اولم برگردم. پس این راه ساده ای بود برای استفاده از محیط کاری Your Ham of worker space.